حضرت علی ابن الحسین فرزند امام حسین و چهارمین پیشوای مسلمانان با کنیه‌های ابوالحسن و ابو محمد در پنجم شعبان سال 38 هجری در مدینه متولد شدند. از مشهورترین القاب ایشان میتوان به زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، زکی، امین و ذوالصفنات اشاره کرد. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. امام سجاد علیه السلام فرزند امام حسین علیه السلام و چهارمین امام مسلمانان بنا به قول مشهور در روز پنجم شعبان سال 38 هجری قمری دیده به جهان گشودند. مادر امام سجاد علیه السلام شهربانو دختر یزدگرد سوم امپراتور بزرگ ایران است و برای اون نام‌های دیگری نیست چون غزاله، جیده، سلافه، خوله و بره نیز ذکر گردیده و بنا به نوشته ایتان کلبرگ در دانشنامه اسلام نام فارسیش جهانشاه، شهربانو یا شاه زنان می باشد. امام سجاد بخشی از حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نیز دوران امامت امام مجتبی و امام حسین علیه السلام را درک کرده و ناظر تلاش معاویه برای تحت فشار گذاشتن شیعیان در عراق و دیگر نقاط بودند. امام سجاد همراه پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام و سایر اصحاب ایشان در کربلا حضور داشتند و در روز عاشورا شاهد پرپر شدن پدر و برادر و عمو و سایر شهدای کربلا بودند. ایشان به مصلحت الهی در آن روز بیمار بودند تا امامت و رهبری جامعه را بعد از امام حسین علیه السلام بر عهده بگیرند و همراه اسرا به کوفه و شام رفتند و اگر بیداری های ایشان و عمه بزرگوارشان حضرت زینب در کوفه و شام نبود چه بسا یاد عاشورا و کربلا تا امروز زنده نمی ماند. یکی از بیدادگری ها خطبه معروف امام سجاد علیه السلام در مسجد شام در برابر یزید است. هنگامی که آن حضرت در حضور یزید پیشنهاد سخنرانی کردند یزید مانع شد. جمعی از مردم گفتند بگذار منبر برود و سخنی از او بشنویم. یزید گفت اگر منبر برود پایین نخواهد آمد مگر آنکه من و آل ابی سفیان را رسوا خواهد کرد. به او گفتند این جوان چه میتواند بگوید که چنین تأثیری داشته باشد؟ گفت انه من اهل بیت قد زق العلم زقا، او از خاندانی است که از کودکی به او علم آموختند. ولی مردم همچنان اصرار کردند و یزید ناچار شد اجازه دهد و امام به منبر رفتند و آن خطبه معروف و بی‌نظیر را خواندند و دلها را تکان دادند و چشمها را گریان ساختند. دعا و نیایش راهبردی فرهنگی بود که امام سجاد علیه السلام پس از واقعه عاشورا در دوران سیاه و پر از خفقان بنی امیه از آن برای هدایت مردم استفاده کردند. آن امام بزرگوار در شرایط خفقان اموی و مروانی میبایست شیوهی نوین را برای مبارزه در پیش میگرفتند تا بتواند آن محیط تاریک و ظلمانی و آن مردم غافل و بیخبر را از چنگ آموخته های باطل معاویه و یزید و امویان و نیز از تسلط دستگاه های اهریمنی خلاص کنند. شیوهی که هم بتواند مردم را با حقایق و معارف دین و سیره راستین رسول خدا و عترت طاهره آشنا سازد و انقلابی در دنیای اسلام ایجاد کند و هم بهانه‌ای به دست دشمن ندهد. صحیفه سجادی از دعاهای آن امام مجموعه ای از بهترین و فصیح‌ترین و زیباترین دعاها با محتوای بسیار والا و عمیق است و جمله به جمله آن درس تازه‌ای به انسان آموزش می‌دهد و به راستی طرز نیایش و مناجات با خداوند را به هر انسانی می‌آموزد و روح و جان آدمی را نور و صفا می‌بخشد. رساله حقوقی امام سجاد نیز از آثار به جا مانده از آن حضرت به دلیل توجه به ماهیت حقیقی انسان در بردارنده نکاتی است که حقوق بشر امروزی بدان جهت که آنچنان به ماهیت حقیقی انسان توجه نداشته است از جرفا و عمقی که امام سجاد به آن نگریستند بسیار دور است. شعر معروف فرزدق در وصف امام زین العابدین علیه السلام صحنه شگرف و بی نظیر از احترام مردم به امام سجاد در مقابل بی توجهی آنان به حشام ابن عبدالملک در ازدحام حج را توصیف می کند. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه.